با نام و یاد هست هستی بخش، سلام و مهر خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، دوستداران برنامه‌های فرهنگی و هنری. با قاف خدمتون هستیم. در این نوبت و در این دفتر از مجله قاف میخوام یکی از موضوعات به زعم خودمون بنیادین رو در ارتباط با مسائل فرهنگی و هنری، به ویژه هنری، با شما در میون بگذاریم. به اتفاق میهمان ارجمندی که لطف کردن دعوت ما را قبول کردن، تشریف آوردن، میخوایم در ارتباط با نسبت حوزه های علمیه دینی و نهاد روحانیت با فرهنگ و هنر و به ویژه سینما یک کنکاش، یک بررسی، یک واکاوی تحلیلی داشته باشیم. در خدمت جناب آقای جلیل محبی هستیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خوش آمد. علیکم السلام. بنده خدمت شما مجددا سلام میکنم. زنده باشین. بینندگان محترم برنامه. لطف کردید آقای محبی عزیز. خدمت شما که آقای محبی، 40 و اندی سال از پیروزی انقلاب میگذره و در این روند 40 ساله مباحث زیادی مطرح شده در ارتباط با هنر از خاستگاه های دینی، یعنی از کسانی که به هر حال خاستگاه دینی و اسلامی و حالا به تعبیر شیعی دارن. کسانی بودن یک نگاه مبتنی بر اقتضائات زمان داشتن، در نتیجه آنچه می گفتن در یک فضایی بود که ضیق و تنگ و محدود کننده به تعبیر نبوده، ولی شاید بشه گفتش که کمیت عددی پرشماری هم بودن از روحانیون که نه، نگاه خیلی بسته و محدودی داشتن نسبت به فرهنگ و هنر، و در فرهنگ و هنر به ویژه نسبت به موسیقی و سینما. حالا البته ما میخوایم اینجا هنر رو به مفهوم عام بپردازیم بهش، و حالا سینما رو به شکل خاص در ادامه بحثم میخوام ببینم آیا برداشت من درسته و اساسا روحانیت نسبت خوبی با فرهنگ و هنر برقرار کرده. طول تاریخ و کار ندارم، اون شرایط خاص خودش داره، اطلاعات تاریخی خیلی عمیق و وسیقی میخواد که حداقل بنده ندارم، نمیخوام جسارت کنم به شما. همین محدوده رو بهش بپردازیم، محدوده 40 ساله رو. در خدمتی. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله المعین و الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم. بابت ترتیب این گفتگو. زنده باشید. امیدوارم من از شما چیزی یاد بگیرم. خواهش میکنم. نفرمایید. خواهش میکنم. اجازه بدید من سوال شما رو با سوال شروع کنم. خواهش میکنم. وقتی که آقای نبوی عزیز شما میگین روحانی، منظورتون کیه؟ یه آدم معنوی، یه نفر که طلبه علوم دینیه، یه نفر که لباس خاصی پوشیده مثلا اسقف و کشیش و اینها، یا مراد دیگه ای منظورتونه؟ وقتی که میگین روحانی، نهاد روحانیت کی به ذهنتون میاد؟ خب طبیعتا وقتی میگویم نهاد روحانیت، منظورم یک مجموعه ای از به اصطلاح مراکز دینی علمی هستن که کسانی میرن اونجا به عنوان دانشجوی علوم دینی کسب علم میکنن. اون مرکز جزو نهاد روحانیته. کسانی هم که اونجا تحصیل میکنن، حالا فارغ التحصیل میشن، مجتهد میشن و چند تا نقطه، اونها هم در دایره نهاد روحانیت از دید من تلقی میشن. منظورم همچین چیزیست. درست. خب بهتر، الحمدلله. به وقتی که شما از واژه روحانی استفاده میکنین، ریشهش میشه یه آدم معنوی، چون از واژه روح استفاده کردین، روحانی. بله. یعنی آدم ربانی. خب یه آدم درس دینی نخونده هم میتونه آدم روحانی باشه. همینطوره.
رجب علی خیاط میتونه آدم روحانی باشه، تحصیلاتم نداشته باشه، حوزه‌ای هم نداشته باشه. با خیلی از مردم عادی، حتی روایتی داریم که میگه که بعضی از مردم عادی هستن گمنامن و اینها اولیاء خدا روی زمینن، ترسو دینی هم نخوندن، اینا آدمای روحانی. درسته. این واژه سالیانیه در کشور ما، یعنی در زبان فارسی به وجود آمده و قبل از مشروطه آنچنان این واژه به طلاب علوم دینی اطلاق نمیشد. قبلش چی بود؟ قبلش طلبه بود. حالا کاری ندارم طلبه جمعه و جمعه طالبه، ولی منظور کسی بوده طالب علمه. کجا درس میخونه؟ در یک جایی به نام حوزه علمی، که به خاطر اینکه حوزه تای تنیس داره اینا میگفتن حوزه علمیه. حوزه بله. علمی یعنی جایی که علم آموزش داده میشه. یه اتفاقی توی کشور ما افتاد، یه ذره ریشه‌ای میخوام نگاه کنم. یه اتفاقی توی کشور ما افتاد که مقصرش به نظر من اتفاقا خود روحانیت بود و اون این بود که در کشور ما یه روزی علم جدید آمد و نیاز به علم جدید پیش آمد و یه آقایی به نام امیرکبیر گفت ما از این علوم باید استفاده بکنیم. بعد این اومد کجا تأسیس بشه؟ گفتن اینو ببریم خب همون جایی که حوزه علمیه دیگه، قبول نکردن و بغلش یه جایی ساختن به نام دارالفنون که از اون روز پیچ تاریخی ساختار و ساختار علم و توسعه علم در کشور ما به وجود اومد، شد مدرسه مروی. بله، روبروشم شد دارالفنون و از اون روز ما انسانهایی تربیت کردیم که اینها علوم جدید بشری بلدن، بند دو اصل دو قانون اساسی و یه جای دیگه یه عده‌ای که مجتهدن و علوم دینی بلدن، بند یک اصل سه دو اصل دو قانون اساسی، که این اصلا به نظر من یه گیری داره در همین زمینه که نوشته شده و اینها رو اتفاقا این دوتا روبروی هم ساختمان‌هاشون روبروی همه، یعنی مروی اینور دارالفنونه و اینها روبروی هم قرار گرفتن. البته من امیرکبیر معلومات نمی‌کنم، فکر می‌کنم تقصیر خود ما بوده اون زمان تا روحانیت، در حالی که قبل از این هر کی می‌خواست ریاضیات یاد بگیره می‌رفت حوزه علمیه، می‌خواست نجوم هم یاد بگیره، فیزیک و هندسه هم می‌خواست یاد بگیره، می‌خواست شیمی یاد بگیره که همون کیمیا بوده، می‌رفت حوزه علمی. طبابت هم همچنین، یعنی یه جایی بوده برای دانش، اما این دانش روبروی هم قرار گرفت. وقتی این اتفاق افتاد کم کم یه صنفی به وجود آمد که بهش میگیم روحانی، که اینها متولی خواندن علوم دینیه. بعد اینجا یه اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد این بود که دیگه اینها علوم روز رو نمیخوندن. کم کم آشناییشون هی کمتر و کمتر شد. شما وقتی که میری شهید بهشتی و میخوای الگوی خودت قرار بدی، میبینی که شهید بهشتی رفته حقوق خونده تو دانشگاه که اونجوری شده، شهید مفتح رفته تو دانشگاه رشته علوم تربیتی خونده که اونجوری شده و خیلی از علمای ما، و اون کسی هم که دانشگاه نرفته توی این لجنه ها و گرده های اینطوری مثل مقام اعظم رهبری حضور پیدا کرده که یه شخصیت دیگه ای شده، و اگر یک طلبه دور خودش یک دایره خطی بکشه بگه که من در واقع فقط به این علوم کار دارم، خود به خود دور میفته. دور افتادنشو ما دیگه کامل میتونیم ببینیم. کجا میبینیم؟ میبینیم که یک فردی مثل مقام اعظم رهبری میاد دیگه که فیلم مارمولک فیلم بدی نبود، اشتباه کردم پخش نکردم، دو تا ایراد داشت که ایراداش هم اینه. حالا داشتم تو راه می اومدم که من دعوت کردم و سینما صحبت کنیم، یاد فیلم مارمولک افتادم که در خصوص تارانتینو و پالفیکشن و اینا صحبت میکرد، یادم افتاد. مثلا آقا میگه که خب فیلم بدی نبود که من مخالف بودم باید پخش میکردم. ولی ببینیم یک همون موقع همون دهه 80 من یادم یکی از وعاظ محترم تهران که سخنران معرف بود و هنوزم هست، تقریبا میخواست بگی که کفن بپوشین بیاید تو خیابون. این فیلم البته یکی دوتا اشکالی داشت و ما فیلمی نداریم که هیچ کس نتونه بشه اصلا هیچ اثر هنری بدون اشکال نه اصلا اون اشکال از نظر من ممکنه اون اشکال از نظر شما قوت باشه، اصلا نمیشه اینجوری گفت که اشکال داره یا نداره. ولی میبینیم که این دوتا زاویه به وجود میاد، این زاویه به وجود میاد که یه نفر مثل کسی که هزار تا رمان خونده تو زندگیش بزاقا، اون کسی که به فیلم دقت میکنه میگه این فیلم این اشکال داشت اینجوری بود، با یه فرد دیگه‌ای که به مقام بالای علمی در حوزه علمیه رسیده
یه دفعه میبینید که ساخت فلان فیلم حرام است و شما میبینید که ساخت یه فیلمی یه دفعه متوقف میشه، یه فیلمی ساخته میشه بعد پخش نمیشه. میگن که چرا؟ چون مثلا به این دلیل که فلان عالم دینی گفته که اینطوری نباید ساخته بشه، در حالی که میبینیم اون کسی که با جامعه آشناتری یک نظر دیگری میده. این اشکال که شما مطرح کردین دقیقا از اینجا ناشی میشه، از اینجا به وجود میاد که ما واقعا مسئله رو میشناسیم یا مسئله رو نمیشناسیم. این کفایت نمیکنه آقای نبوی که ما بگیم که ما یه عده موضوع شناس داریم، میرن به عالم دینی موضوع باز میکنن اون فتوا میده. ما این برای ما کفایت نمیکنه. در یک زمانی نه چندان دور رفتن گفتن آقا این پیام تصویری توی برخی از سیم کارت ها داره میاد، امضا کرد که این حرامه. الان خیلی کوتاه گذشته که پیام تصویری. میخوام به شما عرض بکنم که شناخت موضوع و شناخت اسلام و زندگی در جامعه و شناخت اصولی که اسلام از اون اصول کوتاه نمیاد و نباید بیاد و اون چیزایی که اقتضای زمانه باید کنار گذاشته بشه و اون چیزایی که موضوعش عوض شده یه چیز دیگه شده، اینها یه آدمی میخواد که هم دین رو بشناسه، هم جامعه رو بشناسه، علوم جدید رو دیده باشه و شنیده باشه، بتونه به یک جمع‌بندی برسه که ما رو هدایت بکنه. اگر همچین چیزی وجود نداشته باشه ما دائما دچار گرفتاری میشیم. این مثال برای شما بزنم، یکی از هنرها که شما بزرگواران بهش میگید هنر، یک سری از علمای دینی بهش میگن گناه و اون ساخت مجسمه است. بله. مجسمه سازی طبق برخی از فتاوی حرامه و نگه داشتن مجسمه یعنی عروسک توی خونه حرامه و شما نمیتونی برای بچت عروسک بخری. یک عالم دینی پیدا میشه میگه برادر این موضوعش عوض شده، عروسک و مجسمه زمانی حرام بود که در جامعه بت پرستی بود، تقدیس میشد، مقدس بود، سجده میکردن بهش. بله، اینو میساختن، این بت خدا رو به عنوان اله میفروختن، پول در میوردن، یه سری اینو تو کعبه نگر میداشتن، یه سری تو خونه هاشون نگر میداشتن. چقدر داستانهایی داریم، چقدر روایاتی داریم، آیه قرآن در مورد لات و عزا و قبل و اینها داریم. این موضوعش عوض شده، این موضوعش دیگه اون نیست، این اسباب بازیه الان. یا مثلا امام اومد در مورد شطرنج گفت آقا جون من اصلا به شطرنج کاری ندارم، اون چیزی که در جامعه نوعاً و عرفاً باش قماربازی میکنن حتی اگه باش قماربازی نکنی حرامه. اگر اون چیزی که قبلا باش قماربازی میکردن امروز دیگه باش قماربازی نمیکنن اون دیگه حرام نیست. من کاری ندارم الان با شطرنج قماربازی میکنن یا نه، برو تو جامعه قاعده اینه که تو ببینی یه حکم دیگری در موردش. کی میتونه همچین چیزی بگه؟ کسی میتونه، عالمی میتونه همچین حرفی بزنه که با جامعه ارتباط وثیق داشته باشه. شما الان از من بپرسی کی اینجوریه، واقعا من خیلی کم آدم پیدا میکنم از علمای بزرگ، ولی خب آقا واقعا اینجوریه، چرا اینجوریه؟ خب نکته میدین چه آقای محبی عزیز، اتفاقا میخواستم همین رو از شما سوال کنم، خوشبختانه خودتون فرمودین کمن. خب این آدمای کم که میذاریم کنار، کمن که بشناسن روزگار زمانه اقتضاعات روز رو بشناسن، اون کسی که نمیشناسن و این همه خط نشان میکشن و نگاه خودشونو میخوان تحمیل بکنن، به نام دینم میخوان تحمیل بکنن و ایجاد مانع میکنن، مانع تراشی میکنن و ببخشید چهره نامناسبی هم از دین دارن به وجود میارن. خب اینها تکلیفشون چیه؟ والا ما خب یعنی در واقع تکلیف ماها چیه؟ ما تکلیف آره دقیقاً تکلیف ما چیه؟ یعنی ما ببینید ما با هرزگی، با اختلاط خارج از خانواده زن و مرد، با هر آن چیزی که رابطه زن و شوهر رو به هم میزنه و محبت اینا رو نسبت به هم کم میکنه، مثل دوستی های خارج از خانواده و مانند اینها ببینیم که اینها اصول دینه. میگه که جوری زندگی کن که همسرت همیشه برات جذاب باشه،
پس تو اگر فیلمی بسازی که خیانت رو داره ترویج میکنه، این میتونه این حرامه. ولی تو فیلم بساز که اینو تقویت بکنه، یعنی اصول رو. یکی اینجوری میشه، این اتفاق میفته، یکی میبینه که یه فیلم ساختن که این داره خانواده رو تحت شعاع قرار میده، یه خانومی به یه آقای همچین حرفی زد، یه حرف اروتیکی زد اصلا تو فیلم که میبینیم که توی برخی از فیلم‌های خودمونم هست، میگه اصلا از بیخ قبولش ندارم. حالا من به آراء فلسفی بعضی از بزرگواران مثلا میشکاک و اینا کار ندارم که میگه این اصلا اصلش مال ما نبوده، اصلا نمیشه اینو اسلامی کرد و اینها. من اصلا خیلی ساده تر و روبنایی تر دارم میبینم. یه اتفاق اینجوری میفته، نمیتونه با خودش تحلیل بکنه که ما میتونیم خوب و بد داشته باشیم. آقا در یک جامعه ای که فرهنگ جدید بشری غرب و شرق آمده، یک فرهنگ سترگ اسلامی 1400 ساله هم آمده، اینها اینجوری محکم به هم خوردن، این به هم خوردگی چالش ایجاد میکنه. ما کسانی لازم داریم که وسط میدان باشن که بتونن ماها رو راهنمایی بکنن. من خودم رو عالم دینی نمیدونم، من یه طلبه عادی هم، ماها رو راهنمایی بکنن. ببین ما، من الان 44-45 سالم، در مورد موسیقی سالیان سال من نتونستم به نتیجه برسم. مثلا این موسیقی هست خیلی جمال اول انقلابه، این آهنگ پیشواز یکی از دوستامه. من بعضی وقتا زنگ میزنم این دوستام، دوست دارم اینو بر نداره تا من اونو گوش کنم، که در خصوص این در مورد لبنان و فلسطینه که آیه سبزواری میخونه، شاعرش آقای سبزواریه، آقای سراج میخونه بله بله ببخشید، آره آقای سراج میخونه و یه دکلمه اینو فکر کنم آقای چیز توش داره، آقای سلحشور داره. آره آره. بعد ببینیم ما در فضای انقلابی، همون اول انقلاب که اینجوری، چقدر از این تمجید میکردیم، چاووش خان میخواند فلان، این تمجید میکردیم. بعد من یادمه که دهه 70 اواخر دهه 70 اواسط دهه 70 موسیقی پاپ آمد. بعد موسیقی پاپ اون موقع هم که آمده بود، اتفاقا یه مضامین معنوی توش داشت، یه مضامین معنوی. آقا این حتی اونهایی که علیرضا افتخاری و شجریان گوش میکردن که در واقع روشنفکران بودن، توی مذهبی های روشنفکر بودن، اینا رو گوش میکردن، گفتن نه اینو دیگه نباید گوش کنی. آخه این چه معیاری داره که شما به من میگی اینو گوش کن اینو گوش نکن؟ ما جوان بودیم، یه وسواسی پیدا کردیم، بالاخره این چیزی رو گوش میکنیم حرامه یا حلاله و به جنبندی نمیرسید. من یه مدتی اون موقع این موسیقی رو باشم کنار، گفتم آقا من نمیتونم تشخیص بدم، هیچ کی نبود. بعد من دیگه آخرش ناچار شدم که خودم برم بشینم انقدر مطالعه کنم تا تکلیف خودم رو بدونم. آقا من چه موسیقی باید گوش کنم، چی نباید گوش کنم، کجاش حرامه کجاش حلاله. خب برای خودم به یه جنبندی رسیدم. بابا جامعه دینی که مراجعی دارد، مراجع به معنی رفرنس ها، نه به معنی مرجع تعلیمی، یه مراجعی دارد که در واقع برای جامعه هدایتگری میخوام بکنن، اون باید نقش آفرینی بکنه. نمیتونه نقش آفرینی نکرده فقط بگی حرام است حلال است. یکی از یه جوکی هست، میگه یکی از علما نشسته بود، یکی از این طلبا نشسته بود پشت تلفن به استفتاءات پاسخ میداده، همش میگفت حرام است. بعد یه گوشیو میده دست یکی، تلفنو میگه که من یه کاری دارم، برم برمیگردم، هر کی زنگ زد بهش بگو حرام است تا من بیام. ببین این نمیشه، یعنی چه شما باید، خب این قرآنیه، این فرهنگ، نه این فرهنگ که نمیتونه زنده بمونه، میفهمین؟ اصلا من به قرآنی بودنش یا نبودنش تخصص، خب نه اینا دارن ارجاع میدن به متون دینی و قرآنی، اینا موازه خودشونو، نه نه خیلی هاش ارجاع نداره. ببین من این مثال برای شما بزنم در مورد جلال الدین بلخی. آقای خامنه ای آقا میگه که شهید مطهری از من پرسید که نظرت در مورد مثنوی چیه؟ گفتم حضرم همونی که تو مقدمه میگه، میگه این اصول دینه، یعنی ریشه دینه. چند روز پیش یکی از بزرگان حوزه ما که آدم بسیار محترم موجه و اونم رفرنسه، شنیدم یه صوتی ازش که گفته بود مثنوی باید با انبر برداری. بله از قدیم هم میگفتن در اون مثنوی، و فیلمی باید ساخته بشه، بزرگوار دیگری گفته ساخت این فیلم اصلا حرام.
ببین جامعه رو نمیشه بلا تکلیف گذاشت. ما امروز دچار یک چالش بزرگیم. اون چالش بزرگ اینه که ما حق و تکلیف شهروندانمون رو تعیین نمی‌کنیم. یکی به جوک نوشته بود من اهل فلان کشور، ببخشید اهل فلان شهرم، یعنی انقدر خودشو اون شهر جدا تافته یه جدا بافته میدونست میگو ما اصلا یه کشور دیگه ایم. نمیتونید شما قاعده ندید و بگید که آقا شما برید هر جور که دوست دارید زندگی بکنید. ارزش مباحث ولایت فقیه که در دهه 60 و 70 مطرح میشد، میگفتن آقا حرف رهبری رو باید گوش کنیم، امروز داره معلوم میشه. رهبری باشد، جامعه رو بشناسد، دین رو بشناسد، تنگ تکلیف بکنن که هم مذهبی که میخواد متشرع باشه، هم غیر مذهبی که میخواد قانون رو رعایت بکنه، در یک فضای بازی که انقدر به تعبیر شما مزیق نباشه که جای تنفس نداشته باشه، بتونه هم شهروند، اون بتونه شهروند باشه، این بتونه مذهبی باشه و بتونه در این حال زندگی بکنه. یک روستایی وجود داره در یکی از نقاط کشور ما، میگه دورش دیوار کشیدن، غریبه را نمیدن، منتظرن امام زمان ظهور بکنه. ما در این حال اونجوری نمیخوایم زندگی بکنیم، در این حال نمیخوایم اباحه گرا بشیم، در این حال نمیخوایم زندگیمون بپاشه، زندگیمون فسخ توش وجود داشته باشه. این برخورد تمدنی که از مشروطه به این ور به وجود آمد، من از لحاظ ساختاری خیلی تکیه میکنم که زمان ساخت دارالفنون و مروی روبروی هم و از لحاظ علمی هم نگارش کتاب یک کلمه زمان ناصرالدین شاه در سال 1247 که این یکی از مهمترین، این 40-50 صفحه از مهمترین اسناد تاریخی ماست که موجب شده ما بخور دو تا تمدن بخورن در ایران به هم، این موجب شده که ما الان بلا تکلیفی. خب روحانیت فهمید، نهاد روحانیت فهمید این تلاقی و این برخورد دو تمدن رو در توی این صد و اندی سال فهمیده؟ ببینید وقتی که میگید نهاد روحانیت، دوباره برمیگردیم اول، نهاد روحانیت یعنی کی؟ من همون که عرض کردم دیگه. ببینید نهاد روحانیت امام خمینی، شهید بهشتی، آقای خامنه‌ای. نه استثناءات رو شما برای من نه من نهاد روحانیت رو قبول ندارم واسه چون نمیتونم با یه چوب برونم. با یه چوب نمیتونم برونم. وقتی شما من میگی که من میخوام در اینجا آقای محبی، همین الان ببخشید، همین الان که من و شما با هم صحبت میکنیم، چند درصد از ائمه جمعه که منصوب آقای خامنه‌ای هستن نگاهشون رو اصلا قبول دارن و ترویج میکنن؟ من بیشتر از 30% قبول داره. خیلی بالا دارید میگیرید. فکر چون میشناسم خیلی هاشون رو میشناسم. خیلی هاشون عرصه گفتن حرفهای جامعه پسند رو ندارن. آدم های متدینی هن، نه میخوام مذهب رو کنار بذارن. خیلی هاشون اون از اون 70-80% بقیه هم ببخشید اینجوری میگم تو باغ نیست. خب ببین اینا همین یه دهی هم تو باغن اونور وایسادن. ببین اون 70-80% شما میفرمایی حالا جا تو باغ نیستن یا تو باغن اون فلان هستن، اینا دارن تأثیر میگذارن، ببخشید دارن نوعی رفتار میکنن، درست گفتم، تأثیر میگذارن اما نه تأثیر مثبت، تأثیر منفی میذارن. تأثیر منفی دارن میگذارن. میدونی چرا ما نمیتونیم زیاد جوابشون رو بدیم؟ چون به راحتی تکفیر میشیم. چون ابزار برچسب زدن برای کسی که حرف نوعی میزنه راحت تر از اون کسیه که روی مواضع سابق ایستاده. ببین کسی که داره حرفهای سابق رو میزنه، شما رو به راحتی نمیتونی بگی دین این نیست، دین عوض شده، امروز اقتصاد جامعه ایجاب میکنه که تو اینجوری رفتار بکنی. وقتی که رهبری فتوا میده در یه موضوعی نظر میده خیلی راحت میشه، ولی وقتی تو در مقابل او میخوای وایسی، تو برچسب میخوری، تو تکفیر میشی. ببین من مثال حقوقی ملموس به شما بزنم، ما یه حکمی داشتیم 1400 سال همه علما فتوا دادن که اگر 50 نفر قسم بخورن آقای الف آقای بهو کشته، این قسام است، این قصاص میشه. اگر 50 نفر نبود، یه نفر بود، یه نفر باید 50 تا قسم بخوره. همه این فتوا رو داده بودن. آقای خامنه‌ای تو این جامعه داشت زندگی میکرد، دید آقا یه نفر اومده به دروغ داره فتوا داره قسم میخوره 50 بار یه نفر کشته، گفت این حکم به شدت محل تردیده، فوری مجلس شورای اسلامی یه طرح برد، قانون رو عوض کرد،
گفت اگر این اتفاق افتاد نمیتواند یک نفر چند تا قسم بخوره، باید بعد 50 نفر آدم باشن قسم بخورن. اون مشکل حل شد. ببینم اگر کسی زعیم جامعه اسلامی نبود، مشکل قوه رو نمیدید، آقای شاهرودی سال 78 آمد نشست در قوه قضاییه، با آقای شاهرودی که سال 88 از قوه قضاییه رفت یک فقیه دیگری بود، چون آمد دید اونجا یه اتفاق دیگری داره میفته. خب ولی اینو دارم به شما میگم، اون کسی که روی نصوص و روی نظرات و اون کسانی که مراجعن رفرنسن تکیه میکنه، اون نیازی به استدلال نداره، چون اون داره حرف اون قدیمی ها رو تکرار میکنه. من اگر بخوام بگم این موسیقی موسیقی متعالی، آقای دبه تو صدا سیما صحبت کرده گفته که بعضی موسیقی ها ممکنه به وجود بیاد که ارزش داشته باشه، شما آخر هفته بلیت بگیری بری کنسرت بشینی گوش کنی، همچین حرفی زدش شنیدم که زده شده. اینو یکی باید بتونه هنر داشته باشه ازش دفاع بکنه. کسی به مثلا در حد و اندازه ای من بخواد بیاد ازش دفاع بکنه، فوری تکفیر میشه. در عین حال من و امثال من که در این جایگاه هستیم، مثلا من یه طلبه حقوق خوندم، من که مرجع نیستم که بیام رفرنس بدم، اصلا نظرم احتمال 90% صائبم نیست. اما چرا من رو همیشه رو شهید بهشتی تکیه میکنم؟ شهید بهشتی انقلابی بودنش هیچ وقت زیر سوال نرفت. شهید بهشتی علم دینیش از جمله فقه و اصول، عرفان و فلسفه هیچ وقت زیر سوال نرفت. انسان شناسیش، جامعه شناسیش زیر سوال نرفت. اروپا دیدگیش، درس خوندنش در آکادمی زیر سوال نرفت. جامعه رو شناخت، آمد شروع کرد با جامعه گفتگو کردن، یه عده زیادی دورش جمع شدن. آقا به عنوان رهبر خیلی محظورات داره که خیلی از حرفا رو بزنه، بالاخره رهبره دیگه، باید یه جامعیتی رو حفظ بکنه. اگر آقا رهبر نبود، واقعا یه امام موسی صدری بود، یه شهید بهشتی بود که خیلی میتونست به جامعه کمک کنه، الان وظیفه دیگری رو داره انجام میده. ما آقای نبوی، من حس میکنم که ما برای شناخت اسلام و برای شناخت جامعه با همه اون زیر شاخه هاش، علوم اجتماعی، علوم فرهنگی، هنر، همه اینها، به نظر من ما نیاز به زمان داریم. یعنی شما باید ما یکم تأمل کنین، ما هم باید شما رو یکم تأمل کنیم تا ما به یک نقطه‌ای برسیم که به راحتی، یعنی با راحت نه به راحتی، راحت تر از الان بتونیم نظر بدیم، روحانیت بتونه نظر بده به اینکه آقا مثلا فیلم میسازی، فیلمت باید این ساختارها رو داشته باشه تا بشه فیلم دینی. اگر این ساختارها رو داشته باشه نمیشه فیلم دینی. مثلا به نظر من الان اخیراً یه هفته هست بعد از چند سال، 2017 ساخته شده سریال دارک، من ندیده بودم، هی به من میگفتم ببین، من چند تا یک هفته پیش موفق شدم بشستم دو قسمتشو دیدم، دیگه نتونستم نبینم. 26 قسمت پشتم دیدم. به نظر من این فیلم یه فیلمیه خارج از محتوای دینی نیست، اصلا دینی نیستا، ولی دین میتونه بپذیرتش، در خودش حزمش کنه، بگید که یه عده اینجوری فکر میکنم، ببینید در موردش نظر بدید. بعد من از شما سوال میکنم، یک صنعتی در سینمای دنیا وجود داره به نام پورنوگرافی، دین میتونه اونو بپذیره؟ خب شما به راحتی میگید نه، پورنوگرافی نمیتونه بپذیره. ببین این انقدر جدا از همه، انقدر شفافه، خب الان میتونیم در موردش نظر بدیم. کما اینکه شما فیلم مارمولک رو ساختی، 20 سال گذشته گفتن بابا اینکه ایرادی نداشت، به فهمی رسیدی. یه فیلم ممکنه ساخته بشه، شما بعد این مدتی بگی نه بابا اشتباه کردیم، اینو پخش کردیم، این همون موقع هم نباید پخش بشد، این ایرادات در موردش وجود داره. رشد ما در اینه که هنرمندانی مثل شما هی برن تو مروی و مروی ها بیا برن تو دارالفنون و این هی این علم ممزوج بشه، بدونیم کجای تمدن ایستادیم، بتونیم خودمون رو اداره بکنیم. خب اینجوری نیستش که من و شما بشینیم. این مشروط به این هستش که جناب آقای جلیلی محبی هست، آقای محبی، آقای جلیل محبی خدمت شما، مشروط به این هستش که این اراده یا به تعبیری میل و شوق و رغبت وجود داشته باشه. ببینید بر اساس همون چیزی که شما فرمودین، از دارالفنون شروع کردین، همطور که میام جلو هر نوع به نوع که پدیده های تکنولوژیک جدید به وجود میاد، اول
نهادهای دینی، حالا من میگم نهاد روحانیت، شما یه تعبیری به کار میگه، نهاد روحانیت اول مقابله میکنه. اول مقابله، بعد پذیرش، مقابله پذیرش، مقابله پذیرش، مقابله پذیرش، انگار پدیده ها دارن خودشون تحمیل میکنن. خب چرا عقلانیت از اول مضر پذیرش قرار نمیگیره؟ چرا باید شرایط بگونه بشه که تحمیل کنه واقعیت خودشو به اینها؟ حالا ریشه هاشو که نفوذ هنوزم همین داره، هنوزم همینطوری. من این مثال برای شما بزنم، من زنجانیم، دو تا از علمای قدیم زنجان 100 سال پیش یا الان یه آثاری ازشون باقی مونده، یکیشون الان اسمش از خاطرم رفته، یکیشون آیت الله عزالدین زنجانیه که 7-8 سال پیش برامت خدا رفت رحمت الله علیه، که جون مرجع هم بود در مشهد. یه دویشون داشت تو تلویزیون خاطرات دوران طلبگیشو میگفت، گفت که من یه دفعه تو حجره داشتم سیب میخوردم، گفتم این سیب خیلی انرژی داره، این رفیقای من داشتن منو تکفیر میکردن، میخواستن منو بکشن که چرا از واژه انرژی که یه واژه فرانسوی بوده اومده من از این واژه استفاده کردم. بعد اون موقع روشنفکران و متحجرین زمان درگیری داشتن سر رادیو، همون زمانها تازه رادیو آمده بوده در زنجان، یه عده‌ای میگفتن این حرامه، میرن پیش یکی از علما که الان اسمش خاطرم رفته تو زنجان، میخوان از اون یه فتوایی بگیرم برای اینکه حرمت این رو اعلام بکنه. رادیو رو میذارن و این میگه برام توضیح بدید چیه، توضیح میدن و یه مدت میگذره، اینا هی چند هفته میرن میان و رادیو رو پخش میکنن و اینا، این من داره یه یادداشتی مینویسه میگه که این ابزار ترویج اسلامه، شما نمیتونید جلوی اینو بگیرید و اینا، اونایی که آورده بودن چیز کنه تمسخری هم میکنه، در حالی که شما همون موقع شنیده بودی یه جای دیگه از کشور گفته بودن دوش هموم تازه اومده دوش حرومه، یا چون گوجه فرنگی از ارمنستان اومده بهش میگفتن بادمجان ارمنی، بعضی ها گفته بودن گوجه فرنگی حرومه. ببین این مال الان نیستش که ما یه آی خامنه‌ای داریم یه عالم دیگه داریم که اینا رو بروی هم در مورد این موضوع نظر 180 درجه متفاوت بودن، از همون موقع بوده. ما باید بتونیم، یعنی شما عشان. من که این ور وایسادم، شما باید این هنر رو داشته باشید، عالم دینی که واقعا نفسانیت رو کنار گذاشته ولی عالمیه که میخواد به فکر جامعه است، عالمیه که پاسخ شما رو با بله و خیر نمیده، عالمیه که موضوع برای شما باز میکنه. اون ارتباطش با در واقع هنرمندانی مانند شما و در سینما مثلا آقای میرباقری، مثلا اینا، آقای میرباقری خوشم طلبه بوده زارن جوانی، آره فکر کنم طلبه بوده، یا برخی دیگر از عزیزان، این ارتباط هرچی بیشتر باشه او موضوع بهتر میفهمه، شما هم از اون در واقع کسب علم، آدم از بزرگان میکنه دیگه، از اون کسب علم میکنه در واقع. هرچی این دو از هم دیگه دورتر باشن، تو به اون کنایه بزنی، او به تو کنایه بزنه، تو رو تکفیر بکنه، این هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. ببین آقای خامنه‌ای هیچ وقت هیچ جلسه سالانه با اصناف اینجوری نداره، با اساتید دانشگاه داره، با دانشجو داره و اینها، ولی با شعرا جلسه داره و خیلی از، یعنی گروهی از شعرای انقلابی ما که با انقلاب اسلامی نسبتی دارن و آثار مذهبی دارن، آثار آینی دارن، خیلیش به خاطر این هست که این جلسه سالیانه برگزار میشه و شما ممکنه به من بگی که اگر این جلسه نبود ما خیلی از شعرامون این شعره که الان میگفتن و این رشدی که توی این 20 سال کردن شاید نکرده بودن. اگر همین اتفاق بیفته در مورد یکی از علمامون در مورد علوم روز، آقای شاهرودی، اینم بگم، آقای شاهرودی که آمد در قوه قضاییه درس خارج میداد، من یه مدت کوتاهی درس خارج ایشونو میرفتم، ایشون توی درس خارجش در حوزه علمیه قانون مدنی رو هم استناد میکرد، میگه قانون مدنی ما اینو گفته. ببین شما این چه تحول بزرگیه، هرچند قانون مدنی ما رو چند تا طلبه زمان 1307 نوشتن ولی دیگه رفت کنار، شد یه چیز دانشگاهی. این هرچی مزجش بیشتر بشه، نشست و برخاست اونا با شما، نشست و برخاست شما با اونا بیشتر بشه، هم این دینی تر به معنای متعالی تر میشه،
هم اون میفهمه که چه اتفاقی در جامعه داره میفته، اصلا نمیتونه هضم کنه. خب چرا باید انقدر انفکاک ایجاد شده باشه میان اونها و جامعه؟ نمیتونیم همو تحمل کنیم دیگه. آقای محبی عزیز ببینید، حالا من که مطالعات تاریخی اسلام هم خیلی چیز نیست، در حد مقدمات یک اجمالی که خواندم تاریخ انبیا رو حتی، این هستش که موظف بودن برن بین مردم. موظف نبودن بابام، بین مردم بودن اصلا. نه خدا خیرتون بده، بین مردم بودن، پیام رو هم برای مردم آوردند از ناحیه خداوند، حتی لازم بود دونه به دونه دنبال مردم می رفتن. طبیبون دوارون به طبه. بله چرا؟ خب مگر نمیگویند ما لباس پیامبر رو پوشیدیم؟ مگر اینو نمیگن؟ خب یکی از شیوه های پیامبری رفتار کردن با مردم بودن مگر نیست؟ چرا این فاصله ایجاد شده؟ ببین اختزاعات حکومت توجیه نکنید دارن خورش میکنم. نه من که شما که حالا چون در مقام مجری نشستی به من میگی توجیه نکنید، شما که میدونی بله توجیه نیست. خواهش برم. این اختزاعات حکومت داری یک عده بسیار محدودی رو موجب شد که ما ازشون حفاظت بکنیم. شاید متحری شهید شد، شاید بهشی شهید شد و اینا، ما ناچار شدیم 7-8-10 نفر رو تو جمهوری اسلامی حفاظت کنیم. میگه امام بوده، که آها بوده، یکی رئیس دیوان عالی کشور بوده، که رئیس قوه قضاییه بوده، یکی هم رئیس جمهور دیگه. ما تو حکومتمون، ما تو جمهوری اسلامی 2,700,000 کارکن حکومتی داریم، از معلمان تا رئیس جمهور و رهبری. 2,700,000 از این 2,700,000 تا سرجمع اون افرادی که در جمهوری اسلامی منصب حکومتی دارن و روحانیان به 1,000 نفر نمیرسه. خب چند تا طلبه داریم؟ شما بگو حدودا مثلا 100,000 تا طلبه داریم. مثلا این 1,000 نفری هم که تو حکومت هم فقط هلوش 10-12 نفرشونن که نیازمنده اینن که از اینها حفاظت فیزیکی بشه، اما این به همه ما تسری پیدا کرده. ما فکر کردیم که ما رو میام میکشن، بابا با ما اصلا کاری ندارن. من توی اختشاشات 1401 همین لباسم و دقیقا همین لباسم، روزی که منافقین اعلام کرده بودن ما تو میدون انقلاب جمع میشیم، پوشیدم رفتم تو میدون انقلاب وایستادم. گفتم آقا من با این حرف بزنم، اینو حرف حسابشون چیه؟ رفتم وایستادم حرف زدم، ولاتم جمع شده بودن، گفته بود کردیم مدتی بعد برگشتم. بابا من وسط اختشاشم رفتم وایستادم حرف زدم که کسی نمیاد ما رو بکشه. اینجوری نیستش که حالا اومدم گیرم کش، خب شهید میشی دیگه. به خاطر چند نفر این یکیش اینه، پس یکیش این هستش که دقیقا همین برخورد تمدنی است. این برخورد تمدنی این شکلی شده که ما سبک زندگیامون با همدیگه متفاوت شده، یه جوری انگار که ما یه آدم های دیگه ایم. آدم حالا که شما که ما رفیقی، آدم معمولی هم یه آدم دیگه ایم. من توی دانشگاه آزادی درس میدادم، اولین باری که رفتم این توی بورد که اینا انتخاب رشته میکردن نوشته بودن جلیل محبی، نمیدونستن من طلبم. من رو شبود چطور اسمش بود جلیل محبی. من اینا انتخاب رشته کردم، من روز اول داشتم میرفتم سر کلاس تو راه رو همینجوری که داشتم میرفتم، دیدم که یه دانشجویی که رو به در نشسته به بغلیش گفت ای آخونده. خب تا اونجا نمیدونست. خب اون رفتیم سر کلاس و من سر کلاس چون خیلی راه میرم لباس طلبگیمو در میارم میذارم رو میز و پای تختم همش. بعد کلاس تموم شد، بچه‌ها داشتن سوال می‌پرسیدن، من همونجوری داشتم لباسامو پوشیدم، یکی اومد اینجوری لباسری اومد اینجوری دستشو فشار داد رو بازوی من. گفتم چیکار می‌کنی؟ گفت می‌خوام ببینم شما هم مثل ما این. من خود اصلا در عمرش طلبه ندیده بود که اومده بود میگفت شما هم مثل ما این. ببینین که شما میگی که باید بین در جامعه باشیم، خب ما نیستیم. بله ما اونی که به این تو جامعه امونه دیگه طلبه یه که امام جماعت مسجد محله، که توی مسجد محل تعدادی از پیرمردا میرن مغرب و عشا پشت سرش نماز بخونن. اونی هم که رفته در دانشگاه به این داره به چشم رقیب نگاه میکنه. ببین این اومده اینجا میخواد جای ما رو بگیره. یعنی من اینو در دانشگاه، یعنی اون طلبه‌ای که دانشجو شده رفته با لباس طلبگی کمنه، ولی من اینو دیدم که میره به چشم رقیب به خودش نگاه میکنه. شکست این کار راحتی نیست. البته گارد این ورا شما دست کم نگیرید، طلبا گاردم دارم، میگن یا تو فاسقی، تو گناهکاری، ما چرا بیرون فلان، نمیتونه حرف بزنه باهاش.
شما میبینید علامه طباطبایی با اون دختری که آمده بوده ازش سوال بکنه که موهاش بیرون بوده چجوری برخورد کرده بوده، بعد ما چجوری برخورد میکنیم. من با قانونگذاری اینا حرفای روشنفکری نمیزنم، اما من با قانونگذاری در حوزه پوشش به شدت موافقم، چون با قانون داشته باشیم در حوزه پوشش نمیتونیم که هم ول کنیم هر جور دوستشید بیاید خیابون، که همه جای دنیا هم دارن هر کی با اختزاعات خودش. ولی میخوام بگم که طرف رو تکفیر نکنیم. یه کانال انقلابی هست، این کانال های تلگرامی و توییتری و ایتا و اینا، خیلی انقلابیه، پروفایل عکسای آقا رو هم روزی 10 بار عکس آقا رو میذاره. آقا چند وقت پیش گفتش که اینایی که بد پوششی دارن، به ائمه جمعه گفت، گفت اینایی که بد پوششی دارن بی حجاب شل حجابن اصطلاحاً، با اینا باید مهربون باشید. همه ی حرفای آقا رو این کانال کار کرد، این جملهشو که با اینا مهربون باشید که به طلبه‌ها گفته بود اینو کار نکرد. این گارده این بر وجود داره که آقا میگه گوش نمیکنه. ولی هم ما مثلا آقای محبی اصلا مسئله نکته اصلی من همینه. مهربانی کسی که در این لباسو پوشیده منطقا از متن دین مهربانی با مردم اگه استخراج نکنه که باید در بیاره این لباسو. خب اون میگه که من اومدم با کفر و فسق، این نظر شماست دیگه، اون نظر اونو دارم میگه، اومدم با کفر فسق مبارزه بکنم که این لباسو پوشیدم. اصلا اینجوری ببین یه واژه اینا اختراع کردن. پس ببخشید فهمو از دین متفاوته. متفاوته دیگه، نکته همینجاست. به همین دلیل وقت به همین دلیله که روحانیت میشه طبقه. یک از مشکلات مهم اینه که طبقه شده. آقای محبی روحانیت طبقه شده. طبقه که میشه کاملا سفرش جدا میشه. برای خودش هویت جدید، شناسنامه جدید و چند تا نقطه جدید در نظر میگیره. نکته دوم این که نکته اول تو رو نگر داریم. تو نکته اول وین گفتین که نظرها در مورد دین متفاوته. خب نظرها که در مورد دین متفاوته، ما 5-4 تا فقه اهل سنت داریم، چند تا تشیع داریم، چند امامی، 12 امامی، 6 امامی، 7 امامی بلا. خب اینا که مذاهبشن، یعنی مذاهب فقهی و کلامی و اعتقادی هن. توی همین شیعه 12 امامی میبینیم که چقدر تفاوت وجود داره. ما امام موسی صد داریم، شهید بهشتی داریم، شهید مطهری داریم، از اون بار کسای دیگه هم آیه علم را دارم داریم. حالا اون نظر شماست، من اسم نمیبرم. خدمتتون عرض کنم که به خاطر همینه من اصرار میکنم، همیشه اصرار میکنم، من اسلامم اسلام خمینی و خامنه‌ای و بهشتیه، نه اسلام کسی دیگه. من اسلامو به اینها متصل میکنم. اولا مرجع تقلیدم، من باید شرعن تقلید کنم از آقای خامنه‌ای، پس با نظر اون میتونم جلوی تو که متحجری بیستم، جلوی اونی هم که جلوی ارزش همون وای میسته با همینا میستم، ولی جلوی تو هم با همین میستم. البته تو عکس پروفایل تو آقای خامنه‌ای گذاشتی ولی داری میزنیش. اسلام هم اسلام امام خمینیه. اسلام امام خمینی گفته که من میخواهم در 1400 در قرن 15 زندگی داشته باشم با تکنولوژی و با دین. من اینا رو میخواهم جمع بکنم. مثلا این معنای انقلاب هم همینه. در مورد شما، هنر شما گفت، امام گفت ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. این یه دوی میان بگن که اصلا فحشا همون سینماست. خب ما این نظر رو قبول نداریم، نظر امام قبوله. یا شهید بهشتی، شما میبینی که در عرصه حکمرانی و حکومت داری معتقده به این که ما باید ارزش های دینی داشته باشیم و معتقده به اینه که ما باید پارلمان داشته باشیم، رئیس جمهور داشته باشیم. الان یه عده‌ای پیدا شدن همین الان میگن آقا پارلمان کفره، ما اونم قبول نداریم. پس من و شما، من و آقای نبوی که میشناسمش، مسلمانیم به اسلام امام خمینی و آقای خامنه‌ای و شهید بهشتی و امثالهم. ما مسلمان به خیلی از قرائت هایی که نمیذارن تو جامعه زندگی بکنیم و اگر بنا باشه اونجوری زندگی بکنیم کلشو باید بذاریم کنار، ما مسلمان به اون مسلمانی نیستیم. در این زمینه من یه وظیفه‌ای دارم. ولی آقای محبی عزیز معذرت میخوام، ذهنیت جامعه رو داره کی شکل میده؟ ذهنیت اون جامعه رو اون کسی شکل میده که در عرصه حضور داره برای مبارزه. اون احساس تکلیف میکنه در عرصه فضای مجازی. ذهنیت جامعه رو نه اندیشه های آقای بهشتی نه اندیشه های آقای خامنه‌ای اینا شکل نمیده. ذهنیت افکار عمومی رو، ذهنیت افکار عمومی کسانی دارن شکل میدن که این لباس رو پوشیدن
و از پایگاه دین مرتب دارن اخ میکنن به مردم و مرتب هجوم میارن به مردم. بله. هجوم فیزیکی منظورم نیست ها. بله. هجوم فکری و گفتاری. بله. اینا دارن ذهنیت سازی میکنن. بله. همینطوره. بس در نتیجه ببینید مناسبات اجتماعی اینا دارن رقم میزنن. مناسبات اجتماعی رو در نسبت با دین دارن اینا رقم میزنن. خب الان من اون چیزی که میفهمم که راهکار بخوایم ارائه بدیم، ماها مطالبه باید حضورمون در همه نوع اصناف جامعه، اصناف مشروع جامعه، هنرمند غیره، ما باید زیاد باشه. شما هم باید با طلبه، من خودم مثال دارم میزنم، من که کسی نیستم، شما هم باید با بزرگان دین که نظرشون رو قبول دارید با اونها هم در واقع یه همفکری و به تعبیری که از دوستان همدلی داشته باشید. این رفت و آمد، این نشست و برخاست خیلی چیزا رو حل میکنه و هر چقدر دورتر باشیم یه روزی به یه جایی میرسیم، میان به بازوی ما دست میزنن، میگن آقا شما زیر لباست به شبه ما میمونی، شما گوشت و پوست داری، به اینجا میرسه. این هر چقدر دورتر میشه شکاف تمدنی زیاد میشه. ببین شما دیگه استادتر استادید، من در مقابل شما شاگردم. ببینید وجهه تمدن هنره. وجهه یعنی چی؟ یعنی صورتش. شما الان بگید تمدن اسلامی به تاریخ 1400 سال نگاه بکنی، خیلی چیزهایی که به ذهنت سری میاد جلوی چشمت معماری ماست. البته هم صورت و هم بخش از سیرت. بله، سیرت دیدنی نیست. بله. اولین چیزی که میاد به ذهن ما، بله، یعنی به صورت ساده میاد، معماریه دیگه. چون هنر یک فضیلت ذاتی داره. بله، هنر میاد به جلوی چشمت. ما بعد از انقلاب اسلامی چه هنری داریم، چه معماری داریم؟ معماری ما بعد از انقلاب اسلامی دو تا ساختمونه: حرم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیعت و سنا، مصلای امام خمینی. شما این رواقهای بیرونی حرم حضرت علی ابن موسی رضا و این مصلای تهران نگاه بکنید، نه معلوم رومیه، نه معلوم مال دوران صفویه، هویت نداره، نتونستیم براش هویت بسازیم. این به خاطر معماران ما نیستا، این به خاطر اینه که شیخ بهایی بغلشون نبوده که وقتی داشتن گوهر در واقع صحنه اصلی حرم علی ابن موسی رضا رو میساختن. ببین شما در واقع استادید دیگه، گنبد یک معنای وحدت وجودی داره، گنبد و گلدسته و این دوایر تو در تو که به یک نقطه مرکزی میرسه، این معنای توی هنر اینا یه معنایی داره. این از ذهن عالم ربانی تراوش میکنه، تراوش میکنه، میاد تبدیل میشه به هنر. خود اون هنرمنده هم چیز نیست، به این بیگانه از این نیست، چون دارن با هم زندگی میکنن، میگویند و میشنون. ولی ما به شما، به یه هنرمندی میگیم که آقا بیا یه معماری اسلامی دوران انقلاب برام درست کن، نه من میفهمم چی میگم، نه اون میفهمه چی باید درست کنه. اصل این همین غلطه. اصل این غلطه آقای محبی. بله. قرار است بگیم بیا معماری اسلامی برام درست کن. فضا باید به گونه ای باشه، این فضایی که آقایون باید میساختن تو جامعه، به گونه ای باشه که من در یک معنویتی، در یک فضای متعالی به لحاظ روح و دل و جان، با یک فضای علمی در ذهنم قرار بگیرم، حالا به عنوان یک مثلا هنرمند تو چون این فضایی از درونم میاد، نه اینکه به من بگن، مگه به حافظ گفتند؟ مگر به مولوی گفت کسی؟ مگر به فردوسی کسی گفت؟ ظاهرا میگن سلطان محمود، نه غلط اینا. فردوسی اگر هزار تا سلطان محمود هم بود یا نبود کار خودشو میکرد. دقیق میفرمایید. بعد در حافظ همه چی ممزوجه با هم دیگه، از هم جدا اصلا خودشه. نیست. اصلا جدا خودشه. نیست. بله. چرا؟ چون ببین فضای ذهنی او یک فضای خاصی است که درش همه چیز هست. در دوره حافظ تقابل میانه مثلا به عنوان یک هنرمند، تقابل میانه اسلام و ایران وجود نداشته. نداره. بله. یکیه. اسلام و ایران ممزوجن با هم دیگه در دل حافظ. در دل مولوی هم همینطوره، در دل فردوسی هم همینطوره، در دل سعدی هم همینطوره. در جانشون این گونه هست. خب
هنر اون موقع دیگه رسانه اون موقع. حالا ببینید هنر گرفته، هنر امروز آقای محبی، ما البته تو پرانتز، ما تو جمعای خودمون که میشینیم به اندازه کافی به اصطلاح اشکال و نقد به کارهای خودمون وارد میدیم، اما یک واقعیت مهم وجود داره و اون اینکه هنر امروز گرفتار مجموعی از بکن نکنهای عجیب و غریبی است که روحانیت تلفن است دیگه، میگه این تلفن رو نگهدار، بگو بله. زنگ بده هر کی زنگ زد بگو حرامت بعد تو هم بیا. نکته مهم اون وقت طلبکارم از نهاد روحانیت، ببخشید طبقه روحانیت طلبکاره، همیشه طلبکاره. من میخوام بگم اتفاقا به شدت بدهکاره به هنر. طبقه روحانیت و نهاد روحانیت به شدت به سینما بدهکاره. چه کار کرده برای سینما و برای هنر؟ بگه دو جا بگه من این کارو کردم، ما میگیم بله باری کلا دو جا این کارو کرده، فقط طلبکارانه حرف زده. اما یک مجموعه از فهم و درکی که بایستی نسبت به اقتضاعات زمان، نسبت به فرهنگ و هنر در خودش به وجود می آورده که بتونه با هنرمند هم قدم بشه. شما میگید ما باید بریم، چرا ما باید بریم الزاما پیش اونا؟ نه من گفتم هر دو، نه گفتم هر دو. ببین باید اگر این هم قدمی نباشه، اونا صرفا بگن ما باید بریم خدمتشون راهنمود بگیریم. چرا من باید برم خدمتشون راهنمود بگیرم؟ من هنرمند اینو خودم میگم، چرا باید برم راهنمود بگیرم؟ او بنشه بیاد، او خودش رو متولی یک امر مهم میدونه، من خودم رو اون متولیه نمیدونم. اگر او خودش متولی و امر مهم میدونه، خب من نیستم، من اگر نمیرم او باید بیاد. مگه پیامبرانه نمیخواد رفتار بکنه؟ بله این نتیجه گیریتونه که کامل قبول دارم، یعنی که شما میگی که من که متولی و پرچمدار این نیستم که یک ایدئولوژی، یک فکر، یک اندیشه رو بخوام بدم. من مدعیش نیستم، من رسالتی در این زمینه ندارم. که تو ولی مدعی هستی، رسالت داری. خب چرا تو باید اون بالا بشینی به من بگی بکن نکن؟ یه مقدارش طبیعت حکومت داری ها. یعنی آدم وقتی قدرت میگیره، قدرت داشته باشه، در واقع فکر طبیعت داره. طبقه شدنه. حالا من طبقه رو نمیدونم، چون طبقه یک واژه مارکسیستیه، یعنی نه من تقسیم بندی اجتماعی دارم میگم، چپه یکم الزاما مارکسیستی نیست. شما طبقه درخه تو علم جامعه شناسی بگی صنفه بهتر طبقه بندی اجتماعی دارید. آخه طبقه بالا پایین داره. ببین شما بری قم، بالا پایین داره خب. آره شما بری قم، ببین ما الان 100,000 تا طلبه داشته باشیم در کل کشور، جز ضعیفترین اقشار اقتصادی طلبان، ضعیفترین در جامعه ما، چون بناشو گشته درس بخونه دیگه. با شهریه الان مثلا با 1,000,000-1,500,000 در ماه که نمیشه درس خوند. الان دیگه واقعا تعداد زیادی از طلبه ها که زن و بچه دارن که مثلا با اسنپ کار میکنن تا بتونن زندگیشونو بگردونن. اینجوری نیست که به شما به همه حجره بدن، به همه مثلا یه ممر درآمد تحصیل تدریس داشته باشن، هینه تدریس که اونم زیاد نیست. شما طلبه‌ای که میشی گفتی که من این لباس رو میپوشم که برم سرباز دین بشم، و الان که تورمم تو این سالیان سال خیلی نجومی رفته بالا، خیلی ضعیف شده. منو نگاه نکن هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلسم حقوقی دارم و دکترای حقوقم و استادیارم و فلان و اینا، این ما رو نگاه نبکن، نگاه نکن. ما عموم طلبه هامون از اخشار ضعیفن، پس نمیشه. نه من طبقه گفتم، ببخشید واجه طبقه اقتصادی منظورم نبود. آخه همین دیگه، یه ذره از لحاظ گرایشی بله اقتصادی نگاه کنی. شما میگی صنفن اینا، حالا بگید صنف. صنف واقعا اینطوریه. آخه صنفم آقای حکیمی یه کتابی دارن، هم اوایل انقلاب بود یا پیش از انقلاب نوشتن، بعد از انقلاب منتشر شد، هویت صنفی روحانی. من اونطوری هم فکر میکنم یه خود غلیظ‌تر از اون چیزی که آقای مرحوم آقای حکیمی هم گفتن. شما میگی غلیظ‌تر. حالا این سر این چالش آنچنانی نداره. شما میگی یه گروهی هستند دیگه، بالاخره شما یه گروهی. ببین نکته اول، پس اگه بخوام تا اینجای بحثو جمع‌بندی بکنم، یکی اینکه همه اینا نمیشه با یه چوب روند. نکته دوم اینه که حق رو من به شما میدم که اونا باید بیان پیش شما. یه نقدی هم میکنم، میگم آقای نبوی که مثل خیلی هاشون نیست، آقای نبوی هم بره پیش اونا. حالا اگه همشون نمیرن، امثال آقای نبوی که میتونم برم پیش اونا. مثلا یک دورانی بوده، هم نچند دور 20 سال پیش، یک عالم مکلایی به نام آقای دولاوی تو تهران بوده، سینمایی و نظامی و هنرمند و حکومتی و سیاستمدار و همه اینها. هفته یه بار میرفتم میگفتم که بریم ببینیم این عارف ربانی در واقع
عارف بالله چی میگه، ازش چی زیاد بگیریم. میرفتن بیخ تا بیخ آدم توی اتاق کوچیک میشستن، یه ذره حرفای گوش میکردم میمدن. خب اینا داره از بین میره. آقا مشتبه تو تهران رفت، خیلی از علما، آقای حق‌شناس رفت، آقای مجتهدی رفت تهران، آقای زابولی رفت. و میبینیم که ما خیلی داریم هی دور میشیم. هیئتامون داره هیئت در واقع روزه محور میشه، که البته روزه آرزوی ما روزی خوب گوش کردن، این منظوری نقص این حرف نیست که میخوام تنقیصش بکنم، ولی خب با عالم نشستن هی داره دورتر میشه. اونم نمیاد دیگه، میگه بابا یه سری انعام کل انعام یا برعکسش نشستن اونجا، ما چی برم به اینا بگم. اونم با خودش همچین یه گارد اینجوری بالا داره. ماها باید اینو بشکنیم. من خیلی سعی میکنم، خودم شخصمو دارم میگم، خیلی سعی میکنم یه اتفاق بیفته، ولی اینجا جز اون مواردیه که با یه گل بهار نمیشه. یعنی من هر کاری هم بکنم، هر چقدرم در واقع برم تو صف نون وایسم و برم این ور اون ور تو محل منو ببینن و غیر محل منو ببینن و بیام پیش شما و برم پیش فلان کس و هی با هم نشست و برخاست بکنیم و تو توییتر نظر بدم و اینها، با یه گل آنچنان بهار نمیشه. یعنی ما نیازمند یک جریانی از طلبه ها هستیم که بتونن اینو رقم بزنن. آقای محبی عزیز، شما دکترای حقوق دارید، میخوام نظرتون با یه حقوقدان بپرسم. نه به عنوان یک روحانی، یک آخوند، یک طلبه علوم دینی. اصلا من شما الان بدون لباس دارم میبینم. به عنوان یک حقوقدان، آیا از نظر حقوقی کسی که امری رو نمیشناسه آیا حق داره دربارش حرف بزنه؟ حق که به معنای حقوقیش اگه بخوام بهتون جواب بدم، بله حق داره. چون اون چیزی که ممنوعه باید اعلام بشه. شما میبینین که مثلا شما میرید توی فضایی مثل توییتر و فضای مجازی و اینا در مورد همه چی نظر میکنن. نه حالا اونجا فرق میکنه. نه کسانی که به اصطلاح مدعی دین هستن رو من دارم میگم. نه شما من حقوقدان آیا از لحاظ حقوقی اشکال نداره، چون که جلوی کسی رو نمیتونیم بگیریم. نه این حق که میگم نمیگم نباید بگه. نه من این منظورم نیست که نباید بگه. شایسته نیست چیزی که نمیدونی. صلاحیتشو داره. برو یاد بگیر تا بگی. ما آقای محبی عزیز سالهاست از این داریم فرهنگ و هنر کشور لطمه خورده. به نظرم جناب عالی، حالا برمیگردم اینکه شما لباس روحانی تنتونه، جناب عالی و دوستان دیگه ای که به اصطلاح یه خود آشنایی دارید با فضاهای جدید، به نظرم خیلی وظیفتون سنگینه. از باب اینکه نزدیک کنید فهم حوزه رو به زمان جدید، اقتضائاتش، نیازهاش، مناسباتش، و اینکه بالاخره تو یکی از جلوه های مهم زمان جدید انواع هنرهاست. چندین هنر در طی قرون وجود داشتن، شعر بوده، ادبیات بوده، معماری بوده، موسیقی بوده، اما هنرهای جدیدی هم آمده. اینها دیگه با گذشته متفاوته. زمانه امروز هنر پیشانی هر جامعه است. نمیگم گذشته این گونه نبوده، گذشته این گونه بوده، اما الان شدت پیدا کرده. هنر پیچیدگی‌های خاص خودش رو پیدا کرده. این پیچیدگی‌ها در گذشته نبوده، هنر خود در گذشته بسیط‌تر بوده. ما الان با هنر مرکب روبرو هستیم و این انواع هنر مرکب بالاخره یه آقایون باید سکوت بکنن، بگن خب من نمیشناسم، تخصصشو ندارم، دانششو ندارم، سکوت میکنم. چون وقتی که دانششو ندارن حرف میزنن، ایجاد مشکل که میکنن، منظورم ایجاد مشکل فرهنگی برای ما نیست صرفا، مشکلات اجتماعی. نه مشکل اجتماعی وجود میاد. درست شخص خودمو که در واقع نگاه میکنم، خیلی تلاشمو میکنم که این وظیفه‌ای که شما گفتید که به دوش امثال ما هاست که توی فضای اجتماعی فعالیم و حرف میزنیم و گفتگو میکنیم و اینا، این رو رقم بزنم. حتی مثلا یه چیز جالبی به شما میگم، یه دوستی دارم مستندساز، ساعت ها با هم دیگه نشستیم، من یه ایده، یه به قول شما یه سیناپس یه فیلمی رو براش توضیح میدادم که یه چیزی بسازه، آخرشم نساخت. خدمتتون عرض کنم که من بیگانه نیستم، ولی این جز مواردیه که واقعا با یه گل بهار نمیشه.
ما بعضی وقتا توی این چرخدنده های خشن تنش های اجتماعی همون با یه گل بهار نمیشه ایم. یعنی یه جنبشی وجود داره با یه آدم بزرگی. ببین یه آدم بزرگ میتونه یه حرفی رو رقم بزنه. ببین آدم های بزرگ، فقها و علمای بزرگ 100 سال گذشته ما رو ببینین که یه چیزایی رقم زدن. خب اولش امام خمینی بوده، اونجا امام موسی صدر بوده، حرفای جدید محمد باقر صدر بوده در حکومت داری و اقتصاد و اینها، شیوه حکمرانی خدای خامنه ای بوده، یا آدم این شکلی. ببین یه آدم برجسته ای با یک فضائلی، فضائل اخلاقی، فضائل دینی در واقع و روحانی بلند بتونن این کارا رو انجام بدن. من اون فضائل رو دارا نیستم که بتونم همچی چیزی رو رقم بزنم، در حد خودم با دوستان خودم و اطرافیان خودم و اینها، ولی همچین چیزی لازمه که بتونه بقیه رو تحت شعا قرار بده، به احترام اون چیزی نگن. یه مثال برای شما بزنم. استاد آیت الله قاضی بهش گفته بوده تو حق نداری مثنوی بخونی. آقای قاضی در دوران زندگی اون استاد دست به مثنوی نزده بود. بعد در گفته ها و نوشته ها هست که آقای قاضی بعد که ایشون به رحمت خدا رفت دیگه خودش مجتهد بود، خودش میفهمید، خودش عارفی بود، مثنوی میخوند. و این چقدر تحت تاثیر قرار داد عرفای بعدی و خود امام و در واقع این سلسله آقای شاه‌آبادی و آقای قاضی که آمد دوباره متصل شد به هم در شهید مطهری و آقای جوادی آملی و اینها، میبینیم که این یه معنای جدیدی پیدا کرد و راه افتاد. قبل اون میگفتن مثنوی نباید بخونین، بعد الان میگفتن مثنوی بخونین، نخونین بخونین، نه اینکه گفت اشکال نداره بخونین، میگه بخونین ازش توشه بردارین. آقا میگه این اصل 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 دینه. یه انسان بزرگی، من میگم شهید بهشتی، چون من رفتم غور کردم دیدم این انسان خیلی انسان ویژه‌ای بوده، جامعه میشناخته، حکمرانی جدید میدونسته، حوزه‌ام درس خونده بوده. همچین آدمی میخوایم که بیاد یک پرچم بلند کنه، ما بریم زیر اون پرچم سینه بزنیم، یه جریانی را بندازیم، جریانی که هم به نفع دین تمام بشه هم به نفع ایران تمام بشه، ماها رو به هم دیگه نزدیک بکنه. امیدوارم همچین آدمی پیدا بشه. ان شاء الله. خیلی ممنونم، لطف کردید، تشکر کردید، صحبت با شما خیلی لذت زده باشید، بزرگواری، دست شما درد نکنه. خب عزیزان بیننده، از شما هم سپاسگزارم که گفتگوی بنده رو با جناب آقای جلیل محبی تماشا فرمودین. امیدوارم که ایام به کامتون باشه، دلتون خوش باشه و درخت آرزوهاتون پر از میوه‌های زیبا. خدا نگهدار.